سلام من علی شیرازی هستم امروز دوشنبه یکم اردی بهشت ماه و این برنامه بررسی روزنامه هاست ادامه واکنش ها به اتفاقات بند 350 زندان اوین و مسائل اقتصادی کماکان از مهمترین موضوعات مورد توجه روزنامه هاست روزنامه آرمان در تیتری یک امروز با عنوان تردیدهای پنجشنبه شنبه بند 350 اوین نوشته روز پنجشنبه شنبه بود که خبر رسید میان زندانیان و نیروهایی که برای بازرسی به بند 350 آمده بودند درگیری پیش آمده که بر همان مبنا تعدادی از زندانیان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند این روزنامه یادآوری کرده در روزی که این خبر منتشر شد رسانه ها تعطیل بودند و تنها از طریق شبکه های مجازی امکان انتشار این خبر وجود داشت اما پس از آن بود که واکنش ها آغاز شد در ادامه این گزارش آمده برخی مانند رئیس سازمان زندان ها آن را تکذیب کردند و برخی دیگر مانند محمد رضا تابش از پیگیری مجلس خبر دادند و وزیر اطلاعات هم صحبت از بیانیه ای کرد که هنوز منتشر نشده اما روز یک شنبه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به عنوان یک مقام مسئول در موضوع زندان و زندانیان اظهارات دیگری داشت و مجروح شدن یک یا دو زندانی را تایید کرد به گزارش روزنامه آرمان غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها اصر روز یکشنبه شنبه برای توضیح درباره این اتفاق به مجلس رفت و در پاسخ به سوالی درباره مجروح شدن تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اصلا این موضوع مطرح نیست و صحت ندارد زیرا بازدید مسئولان سازمان زندان ها از این مراکز بر اساس یک برنامه روتین و همیشگی آینامه اجرایی سازمان انجام می شود و دشمنان نظام که برخی از آنها در داخل زندان هستند خواستند با شایع پراکنی از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند و با جفسازی شایعه و دروغ به دنبال ایجاد حجمه جدیدی علیه نظام بودند. به نوشته این روزنامه رئیس سازمان زندان ها همچنین به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته یکی از علل بازرسی ما از زندان ایوین پیگیری و کور کردن این خطوط ارتباطی بود و خوشبختانه 95 درصد از این خطوط ارتباطی کور شد. روزنامه ابتکار هم در تیتر یک با طرح این پرسش که در بند 350 اوین چه گذشت از قول حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته قلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از زندانیان سیاسی به عنوان افراد جریان فتنه و نفاق نام برده و گفته آنها در جریان بازرسی از بند 350 حاضر به تخلیه اتاقهای خود نشدند و شروع به مقاومت و ناسزاگویی علیه تیم بررسی کردند و تیم بررسی که افرادی غیر از کارکنان فعلی زندان بودند این افراد را از اتاقها بیرون کردند و در جریان خارج کردن زندانیان از اتاقهایشان هیچ کس از سوی بررسی کنندگان مورد ضرب و جرح قرار نگرفته و مجروح نشده است. روزنامه ابتکار همچنین از حضور نماینده خانواده های زندانیان در مجلس خبر داده و نوشته با تجمع خانواده های زندانیان بند 350 در مقابل مجلس حوالی ظهر یک شنبه چهار نفر از این افراد به نمایندگی از جمع خانواده های سیاسی حاضر در تجمع موفق به حضور در مجلس شدند و گفته شده که این چهار نفر با مهدی دوادگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رایزنی انجام دادند. به گزارش این روزنامه چهار نفری که به نمایندگی از طرف خانواده زندانیان بند 350 اوین در مجلس حضور یافتند عبارتند از پدر حسین رونقی ملکی، مادر داور حسینی وجدان، همسر بهزاد عربگل و برادر سعید حائری و شنبه شب نیز پنج نفر از زندانیان بند 350 اوین با خانواده ها تماس گرفتند و بستگان خود را در جریان وضعیت و شرایط خیش قرار دادند که اماد بهاور و عبدالفتاح سلطانی دو نفر از آنها بودند. روزنامه مردم سالاری دیگر روزنامه است که تیتر یک را به ماجرای بند 350 اوین اختصاص داده. این روزنامه با اشاره به اظهارات متفاوت مقام های قضایی و انتشار اخبار پربرخورد خشونت با زندانیان نوشته، روز یک شنبه جمعی از خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه برخورد خشن فیزیکی با زندانیان این بند میخواندند مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نوشته روزنامه مردم سالاری خانواده های زندانی های سیاسی بند 350 با در دست داشتن تصاویری از زندانیان این بند تاکید کردند که روز پنج شنبه هفته گذشته و در جریان بازرسی دوره ای این بند زندانیان مورد برخورد خشن قرار گرفتند و بعضا مصدوم شدند این خانواده ها همچنین گفتند که با زندانیان خود تلفنی صحبت کردند و آنها در این تماس تلفنی این موضوع را تایید کردند روزنامه شرق نیز گزارش داده که روز یک شنبه گروهی از خانواده زندانیان بند 350 هفی مقابل در شمالی مجلس تجمع کرد و از حوادثی که در این بند اتفاق افتاده بود انتقاد کردند. گزارش نویس این روزنامه با اشاره به اینکه نیروهای حراست مجلس همیشه در این وضعیت حساس می شوند و خبرنگاران را به راحتی نمی... خبرنگاران به راحتی نمی توانند از جزئیات امر مطلع شوند نوشته این بار اما چهره های ایستاده مقابل درب شمالی مجلس آشنا هستند و از دور هم می شود تصاویر و عکس برخی از زندانیان را تشخیص داد. تصویر برخی زندانیان روی دست مادران، همسران و دیگر اعضای خانواده بالا رفته و نگرانی از چهره هایشان هویداست. به نوشته روزنامه شرق علی متحری و علی رضا محجوب دو تن از نمایندگان مجلس در تجمع خانواده های زندانیان سیاسی حاضر شده و به حرف های این خانواده ها گوش دادند. اما مهدی کوچکزاده دیگر نماینده مجلس هنگام عبور از کنار خانواده, ای خانواده های این زندانیان و در حالی که ادبیاتش از سر همراهی نبود به آنها گفت شما بر اساس شایعه رسانه های غربی حرف میزنید و سند و مدرک ندارید روزنامه شرق نوشته همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دربند هم در پاسخ به مهدی کوچکزاده گفت آقای سلطانی تماس گرفته و همینها را تأیید کرده حرف همسرم سند ماست روزنامه شرق همچنین از قول محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس خبر داده که برخی نمایندگان بنا دارند اگر پیگیری ها درباره اتفاقات بند 350 اوین به جایی نرسد با طرح سوال وزیر اطلاعات و دادگستری را به مجلس فراخوانند به نوشته این روزنامه نمایندگان منتقد و معترض پس از مشورت با علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی بنا را بر این گذاشتند تا پای حرف رئیس زندان اوین بنشینند و اگر حرفهای او قانع کننده نبود برای طرح سوال از برخی وزرا اقدام کنند و علیرضا محجوب مسعود پزشکیان علی متحری سید هادی حسینی و تعدادی از تعداد دیگری از نمایندگان در مجلس پیگیر این مسئله هستند <تصفح> <تصفح> روزنامه کیهان اما خبر داده صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفته مگر در خوبی و بدی یک فعل رأی مردم تأثیر گذار است که آنها برای مشروعیت یک نظام رأی مردم را باعث مشروعیت می دانند. به نوشته این روزنامه رئیس قوه قضایی با اشاره به آنچه نسخه های غیر توحیدی غربی ها خواند گفت آنها به جای اینکه از ما به خاطر برخورد با قاچاقچیان تقدیر و تشکر کنند علیه ما بیانیه حقوق بشر صادر می کنند. کیهان همچنین نوشته صادق لاریجانی به تلاش غرب در مورد حجم قرار دادن ایران به ویژه در چند ماه اخیر اشاره کرده و گفته آنها به ما خورده گیرند که چرا قصاص می کنید در حالی که در کنارش نسخه می نویسند که باید به همجنس بازان اجازه فعالیت بدهید. اما, اما برای ما اصلا اهمیتی ندارد که اینها چه چیزی میگویند زیرا اینها در مقابل قرآن و حق تعالی که برای ما مسیر زندگی را مشخص کردند هیچ اهمیتی ندارد بنوشته این روزنامه رئیس قوه قضایی همچنین گفته متاسفانه امروز در برخی از دانشگاه ها برخی از اساتید اقدامات اشتباهی انجام میدهند امروز در دانشگاه های حقوق در دانشگاه حقوق ما همین مسائل غربی ها درباره حقوق جزا مطرح می شود که ما نمی دانیم. که ما می دانیم آبشخور آنها در کجا و از کجاست رئیس قوه قضایی همچنین گفت که نمی توانیم در درب منازل خود را باز کرده و اجازه ورود ماهواره بدهیم و سپس توقع داشته باشیم که نماز صبح فرزندانمان قضا نشود به نوشته کیهان صادق لاریجانی همچنین به فرماندهان نیروی انتظامی توصیه جدی کرد که در موضوع برقراری امنیت اجتماعی کار مستمری را ادامه دهند و در زمینه برخورد با اشرار، سارقان مسلح، قاچاقچیان و زورگیران کار را رها نکرده و برخورد مستمری داشته باشند. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز. جوان فرمان وزیر برای کاهش نرخ سود بانکی ابرار سخنگوی وزارت کشور از وضعیت داناییفر اطلاعی در دست نیست وطن امروز نامنویسی متقاضیان یارانه نقدی پایان یافت در انتظار آمار ثبت نام و انصراف رسالت رئیس مجلس باید سهم تولید از هدفمندی یارانه ها پرداخت شود همشهری ایرانی ها هفته برابر میانگین جهانی آب مصرف می کنند صدای پای آب دورتر می شود دنیای اقتصاد پشت پرده سکوت آلمان در بحران اوکراین جمهوری اسلامی ثبت نام بیمه رایگان سلامت از امروز کلید خورد روزنامه ایران از اعلام سه تصمیم مهم اقتصادی دولت خبر داده و نوشته مقام های اقتصادی و صنعتی دولت حسن روحانی روز یک شنبه از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی تثبیت قیمت خود رو و تزریق چهار هزار میلیارد تومان به بورس خبر دادند. این روزنامه از قول علی طیبنیا وزیر اقتصاد نوشته بر اساس برنامه ریزی های شورای پول و اعتبار نرخ سود در سیستم بانکی در بخش سپردهها و تسهیلات کاهش خواهد یافت روزنامه ایران همچنین خبر داده که روز یک شنبه در نشست اضطراری وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران چهار بانک دولتی مقرر شد تا با تزریق چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه ضمن ورود پول به بورس مانعی بر روند نزولی شاخص, شاخص گذاشته شود این روزنامه سومین تصمیم مهم اقتصادی دولت را تثبیت قیمت خودرو عنوان کرده و نوشته هفته گذشته معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت طبق بخشنامه معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کرد که افزایش قیمت برای هشت کالای صنعتی ممنوع و قرار است دوازده کالای دیگر به این گروه اضافه شود که یکی از بخشهایی که افزایش قیمت آن از سوی دولت ممنوع شد خودرو است. به نوشته روزنامه ایران معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه خطاب به انجمن قطع سازان اعلام کرده تا اطلاع ثانوی هیچ بخشی اجازه افزایش قیمت ندارد و خودروسازان باید ثبات قیمت را دنبال کنند روزنامه جهان صنعت اما در تیتر یک امروز تصمیم دولت برای کاهش سود بانکی را قربانی کردن بانک ها به پای بورس توصیف کرده. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی نیز در سرمقاله جهان صنعت با عنوان کاهش نرخ سود به شرط مهار تورم نوشته اگر سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی فقط برای حمایت از بازار سرمایه باشد نرخ تورم به شدت افزایش و نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. به طوری که با کاهش نرخ سود بانکی قطعا بازار سرمایه وضعیت بهتری پیدا میکند اما بدون تردید فرایند کاهش نرخ تورم یا فرایند افزایش امکانات مالی و بانکی برای پرداخت وام به بنگاه های اقتصادی مختل خواهد شد سرمقاله نویس جهان در این حال نوشته در موقعیت فعلی اقتصاد ایران کاهش نرخ سود باید به شرط مهار تورم انجام شود اما راهکار اساسی ساماندهی سیستم بانکی افزایش نرخ سود بانکی است و افزایش نرخ سود تا 25 درصد بگونه است که نرخ تورم و نقدینگی کنترل می شود و در عین حال سپرده گذاران هم متضرر نمی شوند و به تولید هم آسیب جدی نمی رسد. علی سنگینیان معاون سابق مطالعات اقتصادی بورس هم در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان محرک مثبت برای بورس نوشته پیش بینی و تحلیل فعالان بازار منفی نیست اما چون روندهای منفی قبلی طولانی شده بود سرمایه گذاران بورس انگیزه لازم برای خرید را از دست داده یا حداقل با تعمل بیشتری به این موضوع می نگرن. بر این اساس بود که تصمیم ایجاد محرک جدید افزایش انگیزه در بازار گرفته شد. این باور وجود دارد که با تزریق 4000 میلیارد تومان در بورس بقیه سرمایه گذاران هم وارد می شود. در این حال نویسنده تاکید کرده که نمی توان به این نوع تصمیمات به عنوان راه حل بلند مدت نگریست و منابع بانکی همیشه امکان تقویت بازار را نخواهند داشت. اما حسین شریعت مداری در سرمقاله روزنامه کیهان با عنوان نشانه در ساموز نوشته به رغم آن همه اصرار رئیس جمهور برخی از گزارش ها حکایت از آن دارد که نزدیک به 70 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند این رقم به یقین دور از انتظار بوده و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه را در نقطه نزدیک به صفر نگه داشته و زمینگیر می کند. نویسنده ابتدا این سوال را مطرح کرده که چرا مردم یعنی آنهایی که می توانستند انصراف بدهند اصرار دولت را نادیده گرفتند و بعد نوشته که پاسخ این پرسش را فقط می توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس جمهور محترم جستجو کرد حسین شریعت مداری بار دیگر عناصر و شخصیت های سیاسی را به همراه روزنامه های مستقل آماج حملات خود قرار داده و در پایان نوشته که ماجرای اخیر میتواند تواند هشداری جدی نسبت به ادامه حضور این طیف در حلقه دولت محسوب شود. فرشاد اعظمی در ارتباط با کارت زرد یکی دیگر از وزیران دولت حسن روحانی از مجلس در روزنامه اعتماد نوشته علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هم کارت زرد گرفت. این گزارش حاکیس از یک سو تزلزل آرای اعضای فراکسیون رهروان به عنوان مهمترین تجمع نمایندگان مجلس نهم و از سوی دیگر جریان سازی همه جانبه اقلیت پایداری و تحت تاثیر قرار گرفتن نمایندگان مستقل از فضای متفاوت بهارستان نتایج اصلی این اتفاق بود. در همین حال داریوش قنبلی نماینده پیشین مجلس در یادداشتی با عنوان تذکرها و منافع عمومی نوشته به نظر می رسد نحوه استفاده برخی از نمایندگان از احرام های نظارتی در قبال دولت یازده از روال معمول خارج شده. در واقع تعداد بیشمار تذکر و سوال از وزرا بیشتر از آن که ساز و کار نظارتی را در برداشته باشد جنبه انتقامگیری ماجرا را به ذهن تدایی می کند. و تنز احسان پیربرناش در روزنامه قانون با عنوان زحمت حفاظت از منافع ما افتاده گردن امانی از خدا پتان نیست از شما چه پنهان ما تا همین امروز فکر می کردیم کار داریم اما از لحظه ای که عکس های کاردار ایران در مصر با آلبا منتشر شده تازه بعد از سی سال سن متوجه شدیم کاردار به چه افرادی اطلاق میشود آدمیزاد است دیگر گاهی با خودش فکر میکند اگر او کاردار است پس ما چی هستیم اگر ما کار داریم پس چرا شرایط کاری اینقدر فرق میکنه تبعیض تا کجا تا آلبا نه نمیتونم بپذیرم داستان این قراره که به مناسبت جشن نوروز تمامی ایرانیان مقیم مصر به مهمانی سفارت دعوت میشوند که در این میان آلبا کرد هم چون ریشه ایرانی داره به این جشن میره در مورد ریشه،, ریشه, ایرانی آلبا و اینکه باید از چنین ریشه هایی در محیطی مناسب با دمای کافی نگهداری شود تا در وقت مناسب آنها را تکثیر کرد حرف زیاد است اما در این مجال قصد داریم به زوایای دیگری از این موضوع بپردازیم یک در خصوص این بانوی هنرمند گفته می شود ایشان خواننده و بازیگری تواناست که اتفاقا سندش هم موجود است اما افشای چنین اسنادی روحیه‌ای هزار سومی می طلبن. دو یکی دیگر از هنرهای تبسمی آلبا حضور در مهمانی هاست فقط یک اخلاق بدی که آلبا داره اینه که وقتی همه میرند او نمیره سه انصافاً عنوان حافظ منافع ایران در مصر برازنده مجتبا امانی است این عضو ارشد حزب قدیمی آنقدر در انجام وظایف خود در مصر موفق بوده و چنان پایه های پرچم ایران را در خاک رقیب محکم کوبیده که حالا هر ایرانی که به مصر میره چاره نداره جز اینکه اعتراف کنه پرچم بالاست چهار خدای نکرده بد نباشد تمام زحمت منافع ما افتاده گردن امانی چهار و نیم آل ثابت کرده تنها معزل ما فرار مغزها نیست 5 شغل های مثل کارداری هستن که دنیا رو جای سختری برای زندگی میکنن حالا با این اتفاق مگه کسی جرعت می میکنه به همسرش بگه کار دارم شش بهتر از شغلهایی چون کارداری را به صورت چرخشی به مردم کشور محول کنیم تا تمام بار حفاظت از منافع ایران به دوش یک نفر نباشه اتفاقا کشورهایی چون تایلند و برزیل و روسیه و همین مصر کشورهای کاردارخور خوبی هستند که متقاضیان خاص و سمج خودشون رو دارن به هر حال تکلیف است دیگر نمی شود که نرفت از بخت بد ولی نمیدونم چرا به ما دهقان فداکار تکلیف میشه اما به مشتبا امانی آلبا کلر هفت البته این وصله ها به امانی نمیچسبه کلا خاصیت وصله در مواجهه با مسئولان نچسبیدن است هشت آقا اصلا ما آلبا شما کاردار ایران ما ریشه ای ایرانی شما حافظ منافع ایران در مصر ما هنرمند ایرانی در قربت شما مسئول گردآوری ایرانیان در قربت خوبه؟ و حالا کارتون های انتخابی امروز کارتون علی پاکدل در روزنامه اعتماد کارتونی دیگر از علی رضا پاکدل در روزنامه جامعه جم کارتون مهدی عزیزی در خبرگزاری ایسنا محمد رضا میشاه ولد روزنامه قانون کارتون آروین در روزنامه شرق عباس گودرزی مردم سالاری محمد کارگر جهان صنعت کارتون حمید صوفی در روزنامه آرمان کارتونی از نیکاهنگ کوسر و در پایان کارتونی از مانان استانی این بود بررسی روزنامه های دوشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه به صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com مرور مطبوعات که براتون زیرنویس هم شد سر بزنید این صفحه رو لایک کنید و برای معرفی به دوستانتون رو شیر کنید برنامه های بررسی روزنامه ها هر روز در این صفحه آپلود میشه در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه ها دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش